Today's enlightening entertainment will be presented in Dari, with subtitles in Arabic, Aulaxis, or Vietnamese, Chinese, Dari, English, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. بینندگان عزیز سلام. کلمات قاصرند تا زیبایی موسیقی کهن و معنوی افغانستان را تشریح دهند. آلات مهم این سرزمین دوتار، رباب و طبله می باشند. در برنامه امروز افتخار داریم که با موسیقی نواز مشهور و استاد دوتار و رباب افغان آقای شمس‌الدین مسرور صحبت کنیم و نخست آلای موسیقی قدیمی دوتار را به ما معرفی می کنند. دوتار دیگه سابقه طولانی خود در کشور ما داره که فقط از آلات موسیقی اصیل ولایت ایرات افغانستان است. این تعلق به دیگه هیچ کشور ولایت دیگه نیست، فقط از افغانستان است و مربوط به افغانستان است. دوتار نواز ارجمند ایراتی استاد کریم مهروی دوتار را خارج از ایرات رواج داد. او مدیر فعالیت در برخ موسیقی آسیای میانه آقا خان بود. دوتار یعنی آلای موسیقی با دو تار. شاید پیش شما سوال خلق شود که ای خو دوتار نامش است، ولی تاراش زیاد است. بله، در آغاز ای قبل از اینکه در کابل بیاید در ولایت ایرات فقط دو تار داشته میگیدم، بالا دو گوشی بود. آهسته آهسته وقتی که ای در کابل آمد با نوازندش کسی بود به نام استاد محمد عمر پروفیسور رباب بود، فیلسوف کار خود بود در رباب، مثلش دیگه در افغانستانی بلکه در قاره هم نبود. او آدم که استاد زبردست موسیقی بود بازی ابتکار او کرد، این گوشه های دیگه و این تارهای دیگه را او افزود کرد به خاطر از این که صدای عزیزیاتت شوه، یعنی کردها را بگیره کتی خود و در این دیگه راگهای دیگه هم نواخته شوه، پرده هایش هم زیاد شد، تارایش هم زیاد شد، صدای مقبولش هم زیادتر شد و این صدایش گرگ بلندتر و خوبتر شد. در افغانستان فقط در ولایت هرات نواخته میشه. در یگان کس دیگه هم یکی دو نفر از هرات که نوازنده های دوتار هستن و اصلا از هرات هستن اونا می نوازن. دیگه زیاد یک ساز مشکل هم هست، هر کس نمیتونه بنوازه. میتونه، بسیار وقت کار داره، بسیار زحمت کار داره، حوصله کار داره با این آدم که صدای ضعیف داره ولی صدای بسیار شیرین و مقبول. دیگه آلات موسیقی صدایش قوی، مثلا گیتار، ستار، ویلون، رباب، اینا سازهایی است که یک داره صدایش قوی تر است. این دیگه صدای ضعیف داره، فقط آواز بسیار مقبول داره. من بسیار خوشیم، من خودم از جمع هزارها آلی موسیقی دو تار خوش کردیم و در پالیش رباب هم که امینا رفیقایم از به همه طول زندگی و عمرم هم امیر دم رایم. در قلب شمس‌الدین مسرور عشق به موسیقی افغانستان همیش وجود داشته است، با آنکه از هر نوع موسیقی دنیا قدردانی میکند. ما خودم یک هنرمند هستم که تا بال کوشش کردیم در طول عمرم که من کاپی نخوانم. دوستدار موسیقی همه جهانه، ولی من خودم چون استایل کار معمی است، مکتب معمی است که من موسیقی اصیل افغانی را در طول 50 سال همین کارم بوده، همین خواندیم و خودم آهنگ ساختیم در موسیقی افغانی، در هوای موسیقی افغانی.
نه تنها که من میخوانم، من رباب مینوازم، دوتار مینوازم، کمپوزیتوری هستم در کشور خود، نام خود دارم، همه چیز، و آوازخانی هستم که آواز میخوانم. غیر از این که من یک عمر در رادیو و تلویزیون افغانستان وظیفه داشتیم، 40 سال من در بین استدیوها با هنرمندای ای کلاس افغانستان سر و کار ما بوده، ما منتظم بودیم با دایرکتر موسیقی، باز همینطور شعباتی که مدیر و رئیس و تا گپا و سخنا کار ما بوده. دیگه من همه چیز خود ترجیح میتونم نسبت به هنر خود. شهر هرات مرکز کلتوری افغانستان یاد میشد. بله، حقیقتا آهنگای فولکلوری که هرات که شما بشنوین و کسایی که میشنوند، مخصوصا افغانای ما، بالکل جداست از آهنگای دیگه ولایتای ما. در همه آهنگای زنا زیادتر در راگ بهرو میخوانند، در راگ بیروی میخوانند، در راگ تلنگ میخوانند. همین سه راگ خیلی خیلی مروج است در ایران. آلی یک در یک مکس شده در آمدن همین موسیقیه که نو از این طرفی طرف در اونجا گد شد. ولی آهنگای زنا آنقدر شیرین و آنقدر لذت بخش و کیف و بامزه بوده که آهنگای گذشته ایران که شما بشنین، مثلا استاد خالوی مرحوم بود، زبیح الله ناوک بود، این چقدر بامزه است، آدم گریه میتن. با ما سوپریم ماست تلویزیون بمانید. دوباره به برنامه سرگرمی تعالی بخش خوش آمدید. برواب به ایساله موسیقی ملی افغانستان می نگرند و در همراهی با آواز در گروه نوازندگان نقش بارزی دارد. بیایید تا اول به شمس الدین مسرور، موسیقیدان ارزشمند، گوش دهیم که چگونه این ساز اعجاب انگیز را وطنی می آورد. رباب از همه آلات موسیقی افغانستان شهرت بیشتر داشته و در نزد مردم مقام والای حائز است. از نواحی کابل غزنی نشأت کرده و خارج از افغانستان در کشمیر و بعضی از حصص پاکستان نیز طرفداران پر و پا قصه دارد. امروز افغانان در تمام نقاط دنیا والا و شیفته این سازند. آقای مسرور که رباب نواز ماهر است، اما نشان میدهد که چه شرایطی برای خوب نواختن رباب لازمند. فقط استعداد، پشت کار و خود کسی که تمرین بکنه، نزد استاد بشینه، نزد کسی که یاد داره از اونا بیاموزه، نه دیگه که باز خود سر خود اگه چند چیز یاد داره رقم ماوره باز دیگه که کسی سپرسان کنه یادم نداره. ولی اگه کسی بخواد که یاد بگیره، در کنار استعداد و پشت کار و تمرین خود، استادی هم داشته باشه. رباب از یک پارچه چوب درخت توت ساخته می شود و داخل و گردن آن خالی است. تارهایی که نواخته می شوند با 12 الا 15 تار فرعی هم ناسان در اهتزاز می آیند. رباب با مسراب نواخته می شود و آواز ژرف مختص به مناطق پشتون نشین جنوب شرق افغانستان را داشته، اکثرا در موسیقی بومی استفاده می شود. آقای مسرور رباب را 44 سال قبل شروع کرده و افتخار دارد که بزرگترین استاد رباب افغانستان استاد محمد عمر مربی وی بوده است. همین کمک استاد محمد عمر بوده، استاد محمد عمر مرحوم، و
لطف و کرمش بوده که تا امروز یک مقدار من میتونم که بنوازم استادم استاد مادمر. در واقع استاد محمد عمر تعداد متنابعی از تصانیف و آهنگ ها را بر رادیو کابل ارائه کرده و غنای موسیقی بومی را به سمع شنوندگان رسانیده است. او اولین موسیقیدان افغان بود که در یک فاکولته بزرگ امریکایی دانشگاه واشنگتن درس داده است. 1974 استاد محمد عمر اولین کنسرت رباب در غرب را با همراهی طبل نواز معروف هند زاکر حسین خان در سیاتل واشنگتن ایالات متحده امریکا داد که ضبط بی سابقه آن حکایت از نوای به همتای موسیقی افغانی می کند. شاگرد نزدیک استاد محمد عمر شمس الدین مسرور خاطره این مربی متواضع را برای ما تازه می سازد. حد اقل 4 ساعت 4 hours practice intense every day yeah every day okay 4 hours okay. Some people 6 hours 7 hours it is between is 8 to 7 4. استاد مادمر 75 سال عمرش بود. در سن 75 سالگی برزنای بسیار جالبه، 75 سال بود، هر روز 4 ساعت تمرین میکرد. من گفتم استاد خودت ضعیف شدی، این برای توی خیلی مشکل است، من خود میایم از دلت. میگفت بچه جان من استاد رباب هستم، من استاد دیگه نیستم که کدام استاد نجار باشم یا گلکار باشم یا یک دریور یا یک پیلوت یا یک دکتر. کار من همی است، اگر از من کسی پرسان بکنه و یک دو از من بگه بنواز، من یک آمادگی داشته باشم، آمادگی به یک ورزی من نواخته بتانم. اگر من تمرین نکنم، پریکتس نکنم، این خوب میمره، من نمیتونم کار کنم. اینه برای کسایی که مسئولیت اسم میکنن. چه چیز در قرن 21 نقش شایانی دارد تا شکوفانی موسیقی افغانستان را ادامه دهد؟ کمال مطلوب و رؤیای آقای مسرور این است که استادان افغانستان هنر ارزنده ایشان را به نسل جوان انتقال دهند، به طور مثال در سازمان هایی که آنها را گرده هم آورند. نصیحت ما برای هنرمندای ما، برای طبقه جوان، برای شعبات مسئول افغانستان ای است، کوشش بکنن رسالت تاریخی خود را ارز بکنن. دولت ما، شعبات مسئول ما که موسیقی اصیل افغانستان را حفظ بکنن، استادار ازشان کمک بخواین، استادار راضی بسازن، استادای موسیقی ما علم و کمال دارن. نصیحت ما این است که هر هنرمند افغانی، او کسایی که این موسیقی را دوست دارن، کار بکنن، زحمت بکشن مثل ما. من خود قدر یاد ندارم، یک مقدار یک نمونه یک کارم است. و این دوستایی که وظیفه‌شان است، اینا کوشش بکنن که موسیقی اصیل نمره، بر از اینکه تاریخ در قبال ما است، نوشته میکنه تاریخ. من این مسئولیت دارم در برابر وطن خود. یکی شنونده است، یکی مسئولیت داره در برابر وطن، در برابر فرهنگ موسیقی وطن خود. ولی اگه من یک آهنگ میهنی اماسی را میخوانم، جهان میشنوه او را. گلنار 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 جان، نهاره کردی افشان. گلنار 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 جان، نهاره کردی افشان. گیراز دی با موهای مرا کردی پرایشان. گیراز دی با موهای مرا کردی پرایشان. آی گلنار 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 جان، گلنار 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 جان، نهاره کردی افشان. گیراز دی با موهای مرا کردی پرایشان. گیراز دی با موهای مرا کردی پرایشان. اگر باور نداری بگیر تو امتحانم، اگر باور نداری بگیر تو امتحانم. آی گلنار 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 جان، گلنار 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 جان، نهاره کردی افشان، نهاره کردی افشان. گیرا زدی با موهای مرا کردی پریشان. گیرا زدی با موهای مرا کردی پریشان. Thank you.
قسم به خنده هایت، قسم به خنده هایت، بروی خوشنمایت، بروی خوشنمایت، گلنار جان تا قیامت نمی کنم رهایت، گلنار جان تا قیامت نمی کنم رهایت. آی گلنار 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 جان، گلنار 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 جان، مهاره کردی افشان، مهاره کردی افشان، گیراز دی با موهایی مرا کردی پریشان، گیراز دی با موهایی مرا کردی پریشان. عزیزتری ز جانم، اگر باور نداری بگیر تو امتحانم، اگر باور نداری بگیر تو امتحانم. گلنار 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 جان، مهاره کردی افشان، گلنار 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 جان، مهاره کردی افشان، گیراز دی با موهایی مرا کردی پریشان، گیراز دی با موهایی مرا کردی پریشان، گیراز دی با موهایی مرا کردی پریشان. ما با تمجید و از احترام از آقای شمس الدین مسرور و آقای استاد فضل احمد، شاکر احمد، نوازندگانی که وی را همراهی کردن تشکر میکنیم که توانستن گوشه ای از موسیقی شگرف افغانی را به ما معرفی کنند. باشد تا موسیقی روحانگیز و خزائن هنری کشورشان برای همیش زنده بماند، تا شنوندگان در اقصای نقاط دنیا از آن برخوردار شوند. تماشاچیان محترم، خوشحالیم که در برنامه سرگرمی تعالی بخش با ما بودید. خواهشمندیم در چهارشنبه آینده نیز تلویزیونتان را به همین موج عیار کنید، زیرا پژوهش شما در موسیقی افغانستان در مصاحبه با استاد طبله آقای فضل احمد ادامه خواهد داشت. اکنون بعد از اخبار قابل توجه با ما سوپریم ماست تلویزیون و برنامه کلام حکمت گوش فرادید. خیر شما و عزیزانتان را خواستار و خوشنودی برایتان تمنا می کنید. Gracious viewers, it was a pleasure having you with us for enlightening entertainment. Please tune in next Wednesday for a continuation of our exploration of Afghan music with an interview with tabla master Mr. Ustad Fazl Ahmad. Now, stay tuned to Supreme Master Television for Words of Wisdom, next of the Noteworthy News. May you and your loved ones be blessed and happy. For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.